سلام و عرض ادب خدمت همه محصلین گرامی، امیدوارم صحتمند و خرسند باشین. دوستان برمیگردیم به جلسه 22 درس خود و طبق تقسیم خود امروز هرچند دوقات ما بر قسمت چپتر تمام شده، قسمت ریدینگ مایز صفحه 145 تحت نام انترنال مدیسین یک عنوان هست در پایین صفحه ایر با هم شروع میکنیم میخوانیم و در قسمت گرامر هم انشالله دیترمانر مورد مطالعه قرار خواهیم داد. برحال صفحه 145 باز نویده آیست آیست میخونم و منو میکنم و شما هم گوش میگیریم. به نام خدا. Internal Medicine طب داخلی. Most of the Islamic medicine، اکثریت از مسائل طب اسلامی، is concerned with internal medicine، ارتباط میگیره به طب داخلی. Compared to which surgery plays a secondary role، که با مقایسه به جراحی به رده دوم قرار دارد. Muslims physicians have always believed that health rather than illness، پزشکان اسلامی همیشه به این نظر بودند یا به این باور بودند که صحت نسبت به مریضی، is the natural state of the body، در واقع حالت طبیعی بدن است. And therefore، و بنابراین، the body possesses a natural force، بنابراین بدن انسان هم یک قوه یا انرژی یا نیروی طبیعی داره، to bring any disequilibrium، که در واقع میشه گفت که یک نامتعادلی را می آورد، back to the state of equilibrium، به حالت تعادل. یعنی بدن انسان همچون قوه طبیعی داره که میتونه هر نوع نامتعادلی به حالت تعادل بیاره. وقتی انسان به حالت نامتعادل یا غیر نرمال حالت رو میگیره، بدن انسان اون قوه داره که به حالت تعادل بیاره. This equilibrium نامتعادل، equilibrium متعادل، این دو خطور رو میتونه چون ما چه تفیل نداریم بر حال گفتم که لغت از بشونم نه. دیر قربان عن the body، بدن انسان پاسست دارد a natural force، یک قوت یا یک نیروی طبیعی که یک قوت نیروی و طبیعی چکار میکنه؟ نیروی طبیعی to bring any disequilibrium، که در واقع تبدیل میکند یا می آورد بدن انسان را از هر حالت نامتعادل back دوباره to the state of equilibrium، با حالت تعادل میاره. Characterizing the state of health، که در واقع این نشانه صحت انسان است که از حالت نامتعادل به حالت متعادل تبدیل بکنه بدن انسان حالت انسان را، میشه بگیم صحتمند شخص. Great emphasizes، تاکیدات بسیار زیاده، is placed upon the ability of the body، در واقع بر مبنای توانایی بدن انسان وجود داره، یک سلسله تاکیدات شده که to recover and the use of all external factors، که در واقع بهبود می‌یابد استفاده عامل‌ها یا فاکتورهای خارجی، such as medicaments is seen as an aid، مثل این که دارو و دوا دیده شده که کمک می‌کنه، to this innate power، به این قوت ذاتی و فکری، with the body to repel whatever has caused ill health، که در واقع این نیروی ذاتی یا قدرت ذاتی که در واقع در بدن هست بتونه دفع بکنه هر آن چیزی که باعث صحت شخص شده که مریض ساخته. These external factors، این فاکتورها یا این عوامل خارجی، are not seen as the direct cause of the cure of sickness، در واقع دیده نشده است یا به شما نمی‌رود علت مستقیم یا دلیل مستقیم صحت مریضی. Muslim physicians relied of course، پزشکان مسلمان اغلبا در واقع میشه گفت که باور دارن یا متکیان یا اتکا دارن بر یا حساب میکنن بر این که a great deal upon external symptoms، روی یک سلسله در واقع علائم بسیار مهم خارجی. یعنی در واقع پزشکان مسلمان متکی هستن یا اتکا دارن یا به اصطلاح حساب میکنن روی مقدار زیادی از علائم یا تعداد زیادی از علائم خارجی، such as the pulse، مانند ضربان قلب، and complexion، همچنان رنگ چهره.
and possess remarkable power. به یک قدرت خاص داشتن to diagnose که بتونن تشخیص دادن a disease یک مریضی through three factors از طریق سه عامل. برحال پزشکان مسلمان در گذشته بیشتر در واقع بشه بگیم که باور به این داشتن یا توانایی از اینا قدرت از اینا فکر از اینا اصلا استنباط نظر از اینا درباره یک مریض ای بود که یک سلسل علائم خارجی وجود داره که از روی علائم خارجی مریضی یک مریض میتونستن تشخیص دارن که امروز هم ما میفهمیم داریم که یک دکتر از روی عوامل خارجی میتونه راحت مریض تشخیص بده که چی مریضی داره. اونا بیشتر روی ضربان قلب و روی رنگ چهره تمرکز میگیرن و از روی ازی میتونستن مریضی تشخیص کنن به راحتی. حالا این سه فاکتور مهم یا این سه عامل مهمه که در واقع از این فاکتورها یا از این عوامل میتونستن که مریضی یک مریض تشخیص بدن گفته اینجا. As far as ordinary diseases are concerned, در خصوص در واقع میشه بگیم که امراض معمولی they were especially aware of the importance of the digestive system. در واقع یک توجه خاص به اهمیت سیستم هاضمه میدادن in internal disorders در ناهنجاری های داخلی بدن and had recourse to a range of purgatives و در واقع میشه بگیم که و یک دسترسی داشتن به یک سلسله مسحل یا پاکننده هایی که purgatives یعنی مسحل یا پاکننده بگیم to re-establish the orderly function of the digestive organs تا باز بگردان امو عمل کرد یا فعالیت های ارگان های هاضمه را. They also relied upon bloodletting و همچنان روی امو خون انسان آنها چی میکردن باور داشتن یا به اصطلاح خود ریلای یعنی متکی بودن به اصطلاح حساب کردن روی ای ریلای به اصطلاح اتکا بودن متکی شدن روی چیزی. هر دکتر از یک طریقی یک دکتر از روی چهره راحت میفهمه مریض چی مریضی داره، یک دکتر از روی ضربان قلب میفهمه. همین میگن فلانی با متکی به فلان موضوع است، یعنی از این روش خیلی راحت میتونه مریضی تشخیص بدن. کلمه ریلای به اینجا به این خاطر آمده ورچه اگر ما بیم ریلای ترجمه کنیم ریلای یعنی متکی بودن کسی معنا میده. They also relied آنها نیز متکی بودن upon blood letting روی خون انسان either to remove poisons که یا زهر را بگیره within the body که از بدن هست or to bring the body into harmony و یا همو بدن را به حالت همسازگار یا هم حالت همسازی بیاره with new climate conditions با شرایط در واقع اقلیمی جدید بدن انسان همسازگار بسازه such as change of seasons مثلا تغییرات فصل. They were able to distinguish a large number of diseases آنها قادر بیودن که تفکیک کنن یک تعداد مریضی های زیادی را distinguish تفکیک کردن فرقایل شدن ایزا. Some of them they learned from ancient medical sources بعضی از این تعداد مریضی ها را از این انواع مریضی ها در واقع اونها مخته بودن از روی منابع قدیمی یا باستانی طبی and others و بعضی دیگر از امراض را like smallpox, meningitis, whooping cough امراض مانند آبل مرغان, meningitis, کمون و التهاب قشای در واقع ستون فقرات و مغز اینا بود و همچنان سیاسرفه whooping cough, سیاسرفه, hay fever, تب یونجه میگن این مریضی ها را هم از دیگه منابع مختن which they were the first to distinguish که اولین کسایی بودن اولین مریضی هایی بود که در واقع این مریضی ها اولین مریضی هایی بود که قابل تفکیک بود اونا تفکیک دارن و تفاوت قائل شدن بین از اینا and described correctly in the history of medicine و به طور درست در تاریخ طب اینا توضیح دادن their treatment of these and other disease در واقع درمان این مریضی ها و دیگر امراض depended of course upon the هومورال پاتولوژی ارتباط میگیرفت در واقع میشه بگیم که درمان این مریضی و مریضی های دیگه در واقع ارتباط میگیرفت به اختلال اختلالات چهارگانه میشه بگیم هومورال
امو اختلاط چهارگانه، چهار نمایی که در بدن انسان هست و خصلت هم بوده گفتن که هیومر گفته میشد یا حالت صفت اینا. And the theory of the factors such as climate و همچنان مفکوره های دیگری از عوامل چون اقلیم، food, غذا and drugs و دارو دوا which forms the function of the foundation of the whole Islamic medicine که در واقع این مسائل بنیاد و اساس کل طب اسلام رو می ساخت میشه بگیم که به اینا ارتباط می گرفت. به هر حال ایسا تشخیص مریضی آنها طوری که دیدیم از روی چهره، از روی خون، از روی یک سلسله عوامل اقلیمی و امثال هم آنها می تونستن تشخیص بدن. خب این ریدینگ خیلی کوتاهی هم بود، به هر حال ساده. بیایم به قسمت گرامر. دیم با شما بسم الله الرحمن الرحیم. دیترماینر یعنی تعیین کننده. خب اول یک تعریف خیلی کوتاه با هم میخوانیم. A determiner is used to determine. Determiner کلمیه که استفاده میشه که معین و مشخص بکنه. Determine خودی معین کردن. Determiner معین کننده. هر کلمیه که معین میکنه بو میگن معین کننده. و نام determiner هم یعنی معین کننده. A noun or a noun equivalent. اسم یا اسمیه را. به هر حال determiner کلمیه است که اسم یا اسمیه را معین میکند. In other words, به عبارتی دیگر میشه بگیم که a determiner functions as an adjective. Determiner کلمیه که نقش صفت بازی میکنه. چون در تعریف صفت گفتیم که صفت اسم یا اسمیه را تعریف و توصیف ببخشیم صفت گفتیم که اسم یا اسمیه را تعریف و توصیف یا معین و مشخص میکنند. حال او تعداد صفاته که اسم معین و مشخص کنه بونو نام خاصی گذاشتن به نام determiner. در این مثال نگاه کنین، he has three books، او سه کتاب داره. آره کلمه سه قبل از اسم آمده. چه کار میکنه؟ تعداد کتاب ها رو معین میکنه. پس three چون معین میکنه میشه معین کننده و معین کننده هم به انگلیسی میشه determiner. تمام. پس determiner یعنی معین کننده. چی معین میکنه؟ تعداد اسم معین میکنه. آیا فقط تعداد اسم معین میکنه؟ نه، حالات های مختلف داره. it is his book، میگن این کتاب اوست. در اینجا his چه کار کرده ایزا؟ باز هم میشه گفت که خیلی معذرت که امروز کمی سرطان میکنم ایزا. It is his book، این کتاب اوست. چی معنا میده؟ آره معین کرده کتاب. چی معین کرده؟ تعدادی رو؟ نه، صاحب کتاب یا مالک کتاب رو معین کرده. پس determiner یا معین کننده میتونه تعداد کتاب ها رو معین کنه، یعنی تعداد اسم، میتونه مالک اسم معین کنه، و یا ای که در مثال بعدی this book is useful، این کتاب موثره. حالا this book رو معین کرده. چی رو معین کرده؟ مکان اسم معین کرده، یعنی کدام کتاب. وقتی بگیم مثلا this book یعنی این کتاب، حالا اینجا مالک رو معین نکرده، تعداد معین نکرده، بلکه مکان کتاب معین کرده که کدام کتاب، آن کتاب نه این کتاب. به هر حال this که این معنا میده، مکان اسم معین کرده، his که مالک اسم معین کرده، three که تعداد اسم معین کرده، اینا همیشه معین کننده. فرق نمیکنه که تعداد اسم معین کنه، مالک اسم معین کنه، مکان اسم معین کنه و یا هر چیزی دیگه. جمله بعدی گفتیم I bought some sugar، من یک مقدار شکر خریدم. حالا شکر خریدم، اینجا سم یعنی چی؟ یک مقدار. پس اینجا گفت مقدار شکر رو معین کرده که خیلی نخریده، کمم نخریده، حالا یک میانه. سم یعنی یک مقداره. A little یعنی خیلی کم. Much یعنی زیاد. پس اینجا گفتیم مقدار شکر رو معین کرده. پس میگن که determiner یا تعیین کننده کلمه ایست که تعداد اسم، صاحب اسم، مکان اسم، مقدار اسم و غیره و غیره اسم به حال معین و مشخص میکنه. خب بیا به قسمت یک نوت همین جایی یک چیز ذکر کردم متوجه باشین. An adjective modifies a noun or a noun equivalent. میگن صفت کلمیه که اسم یا اسمیه رو تعریف و توصیف میکنه. ایسا مودیفای یعنی چی؟ یعنی تعریف و توصیف کردن. میر فراموش نکنید صفت کلمیه که اسم تعریف و توصیف میکنه. بعد a determiner determines. حالا determines یعنی چی؟ یعنی معین کردن. determines a noun or a noun equivalent. پس میگن هر کلمیه که اسم و اسمیه رو تعریف و توصیف کرد صفته. اگر معین و مشخص کرد میشه تعیین کننده. حالا تعریف توصیف یعنی از خوبی ها، بدی ها، ویژگی هایی گفتن
معین کردن یعنی تعدادی و مقداری و مکانی و امثال اون معین کردن است. خود ایشون صحبت نمیکنه. وقتی ما میگیم هی هست تری بوکس اون سه کتاب داره، درباره کتاب ها معلومات ندادیم که چی رقم کتابایه، فقط تعداد معین کردیم. وقتی میگیم این کتاب اوست، ما اینجا چیزی اشاره نکردیم که چی رقم کتابی، از ویژگی های کتابی چی نمیگه. پس صفت از ویژگی های یک اسم بس میکنه، اما دیترماینر از به خودی در واقع معلومات اضافه درباره کتاب میده که شما در واقع مشخصه که کتاب مشخص میکنه بود از کجای چیگونه و چی کدامه. در این مثال پایین اگر این مثال رو نگاه کنیم، he has two nice rings، او دو انگشتر مخبول داره. خب معمولا مردها انگشتر نمیپوشن، ها رو باشه ایرم میشه که تبدیل کنیم به she. باز خانمو نگم که انگشتر که مال مال، البته مردم هم بپوشن. She has two nice rings، او دو انگشتر زیبا داره. در این جمله اگه نگاه کنیم ایزا رینگز اینجوری گفت اسمه. خب حالا اون میگیم دو انگشتر داره، چی رقم انگشتر؟ از ویژگی های انگشترا بگین نایس زیبا. پس این نایس صفتیه، چرا؟ چون اسم تعریف و توصیف میکنه. اما این تو از فیو چیه؟ از خود انگشترا معلومات به شما نداده، فقط تعداد انگشترا رو معین کرده. پس ای که میشه معین کننده و ای که میشه صفت. پس ای دیترماینریه که تعداد اسم دیترماین کرده، یعنی معین کرده. ای ادجکتیویه که خود صفت رو تعریف و توصیف کرده. گفتم تفاوت صفت با دیترماینر رو بفهمین که باز یک مشکل به شما ایجاد نشه که صفت هم خوب همچون چیزی بود. نه، صفت داره اسم تعریف و توصیف میکنه، به عبارت دیگر صفت ویژگی های اسم بیان میکنه یا اسمیه، اما دیترماینر اسم معین و مشخص میکنه، یا مثل یعنی تعداد معین میکنه، مقدار معین میکنه، صاحب معین میکنه و الى آخر. این بوده ایزو معلومات خیلی کوتاه درباره دیترماینر. حالا ما میخوایم اینجا یک اشاره بکنم که در واقع پارس آف اسپیچ ما تمام ایزا. چرا ما در زبان انگلیسی گفتیم که گرامر به سه بخش تقسیم شده، پارس آف اسپیچ، تنسز، استراکچرز. حالا پارس آف اسپیچ که از اجزای کلام بس میکنه، یعنی چی؟ یعنی از کاربرد کلمات و از انواع کلمات بس میکنه. خب ما نو رقم کلمه داشتیم، یک ناون، شماره دو پرونون، شماره سه ادجکتیو، شماره چهار ورب، شماره پنج کنجکشن، شماره پنج ادورب، ببخشید به ترتیب اگه بگیم، شماره شش کنجکشن، شماره هفتم پرپوزیشن، شماره هشتم دیترماینر، فقط شماره نهم میشه انترجکشن که اون من معمولا درس نمیدم. اما برای از اینکه باز هم بفهمین، حالا نیازم نیه با جلسه بعدی صحبت بکنیم، ویدیو منوز وقت دارین، میشه که من دیترماینر هم ادامه دیترماینر بیام یک انترجکشن عنوان جدید با هم صحبت بکنیم. حالا انترجکشن چیه؟ خیلی ساده ایزا. در واقع انترجکشن میتونیم بگیم که انترجکشن که اصلا نه خیلی مهمه، نه خیلی سخته، چیز اضافیه که از گرامر هم حتی بعض وقتا میگن شامل گرامر نمیشه، فقط چیز ناچیزیه. انترجکشن یعنی حروف ندا. حالا منظور از حروف ندا چیه ایزا؟ در واقع اینا میتونیم بگیم که ساوند هستن. یعنی چی ساوند هستن؟ انترجکشن یعنی حروف ندا، در واقع کلمات مستقل نیه، اینا در واقع میشه بگن ساوند یا آواز هستن. خب پس میتونیم بگیم که یک تعریف کوتاه، ان انترجکشن از ا ساوند، یعنی یک صداه، یک کلمه مستقل نیه، اور ریپرزنتیشن اف ا ورد، یا ارائه یا تصویر از یک کلمه است، کلمه مستقلی نیست. صحیح؟ which shows our feeling، خیلی ساده، یا emotions، خیلی کوتاه گفتیم. در واقع interjection یا حروف ندا در واقع میشه بگین صداها، یا خیلی ساده اصلا شما بگیم کلمات، بازم مهم نیست، کلماتیست که در واقع میشه بگین احساسات ما و شما رو نشان میده. حالا این احساسات منظور چیه؟ میتونم بگیم که ما در واقع چی رقم بگیم؟ خیلی ساده، هپینس، خوشحالی ما و شما نشان میده، سدنس، غمگینی ما و شما نشان میده، دیگه به هر حال فر، احساس ترس داشته باشین، دیگه هر حالت غمگین مثلا انگر، درسته؟ انگر، احساس عصبانیت داشته باشین، انگر، احساس عصبانیت داشته باشین و غیره و غیره. پس میگین
حروف ندا کلماتی است که خوشحالی ما و شمار، غمگینی ما و شمار، درد و رنج ما و شمار، اصلا احساسات ما، هر احساسی که داشته باشیم بیان کرده همین آیه. مثلا میگیم که وقتی میگیم که such a nice girl، حالا شما ببینید چه دختر مقبولی، در این جمله شما تعجب کردیم، حالت های تعجب، این سچ چی معنا میده؟ چی یک دختر مقبولی؟ خب چی دیگه یعنی چی؟ فقط داره احساسات خود شما با این کلمه سچ نشان میده، پس خود سچ میشه interjection، این یک کلمه ساده ای که مثال میکنیم. یک مثال دیگه کار میکنیم، مثلا وقتی میگین که باشه به اول جمله، گاهی وقتا چون با علامت نده، oops I، مثلا میگین که I have done it wrongly. خب حالا چی معنا میده؟ میگه آخ، یا به اصطلاح ما شما خیلی ساده باید همیتو ترجمه کنم به لحنی ردی، با بیلا عجب این کار اشتباه کردم. شاید اینجا شما داریم خجالت میکشیم یا افسوس میکشیم، این هم میشه یک انترجکشن. وقتی مثلا سنگ به سر ما شما میخوره، مثلا میگیم آخ، حالا آخ چیه؟ آخ به انگلیسی هم میشه اوپس. این یک مثال دیگه بگم، پس این بیانگر احساسات ما شما است، یعنی درد بود سهی شد. یا مثلا میگیم که جی، خیلی ساده یک مثال دیگه، جی یو هیر، خیلی جالب سیه، بعض وقتا با علامت سوالی و ندهی هم چون جمله ختم میشه، ولی جی علامت کلمه ندهی ما جیه، جی یعنی عجب، جی یو هیر، عجب شما و اینجا. حالا کلمه عجب دیگه یعنی چی؟ پس شما دیدیم که اینا همه انترجکشن. یا مثال وقتی میگیم که what's your name، اسم شما چی است، حالا این کلمه what ایزا شما میفهمین که داریم سوال میکنیم، اما بعض وقتا کسی یک جمله میگه که شما دوست نداریم یا انتظار نداشتیم از او، مثلا میگیم که یک مثال کار کنیم اول. خب بین ایزا مثلا فکر کنیم که یک شخص پسری آماده انتظار داشته پدری که او اول نمره بشه، ناکام شده. حالا آماده گفته بابا جان من ناکام شدم، پدر شنیده که او گفته ناکام شده، ولی بازم چون خیلی گپ مهم نیه و این انتظار نداشته، پدر جمله با what شروع میکنه. چی میگه؟ what you failed، چی گفتی؟ تو ناکام شدی. این what دلیل نیست که از او بپرسه، چون داره خود پسر میگه که what چی؟ چی میگی؟ یک دفعه دیگه بگو، یا تو ای تو کاره. پس این وقت داره احساسات خود بیان میکنه، در واقع سوال نمیکنه، نمیگه چی نشنیدم. یک وقت معنای اصلی معنای وقته که معنای چی میده، چی گفتی نشنیدم. یک وقت اینه که ما اصلا گفه که باور نداریم، گفه که با ما تعجب داره میگه، پس همین وقت هم اینجگا یک انترجکشن. پس منان این شد ختم پارس آف اسپیچ ایزا. انشالله در جلسه بعدی باز هم به شکل سوال و جواب یک چند سوال درست میکنین، با هم صحبت میکنین، سوال جواب میکنیم که پارس آف اسپیچ ختم بشه ایسا. امیدوارم که پارس آف اسپیچ بسیار با جزیات با درست و صحیح فهمیده باشین که داخل یک جمله چی نوع کلمات میایه، هر کلمه با کجا استفاده میشه، چی وظایف داره، که من بی نهایت با سرعت آسان درس دادم. اینم فراموش نکنین که شاید یک تعداد بگن که اینا رو ما در سمسترهای گذشته خوندین، استاد شاید خبر نبوده. نه، ما از همه مسائل خبر بودم، یک صف سمستر سه که با هم سمستر دو با هم بودیم، اینا رو ما درس داده بودم، از این مسئله کلا مطلع هستم. ولی از اون جایی که در بعض صنفا گرامر تدریس نمیشه، گفتم باشه که گرامر از صفر شروع کنم، که پارس آف اسپیچ از صفر شروع کنم، اون کسایی که یاد دارن خوب مسلکی یاد بگیرن، اون کسایی که یادم ندارن به هر حال تا اندازه یاد بگیرن. فکر میکنم که برای 80% شما شاید این گرامری که تا به حال دست دادم تکراری بوده، اما مشکلی نیه، مهم اینه که ما یاد بگیریم چیزی. ادامه گرامر انشاءالله باز درباره زمانها و استرکچرها، گاهی جلسات زمان میخونین و گاهی جلسات هم استرکچر، که باز باید به حالت ترکیبی باشه، چون خود زمان هم یک نوعی از استرکچره. انشاءالله اونا تقریبا به شما جدید هست و امیدم ایست که شما پارس آف اسپیچ 100% با جزئیات یاد گرفته باشین، هرچند ساده‌ایه، ولی فراموش نکنین که مهمترین بخش گرامر ایزا پارس آف اسپیچه. و این من حالانه در جلسه اول به شما گفتم که چون ما تا زمانی که کلمه، انواع کلمه، اجزای کلمه و کاربرد کلمه در واقع درست نفهمین، خب ما یک جمله نمیتونیم صحیح بشناسیم که یک جمله از چه نوع کلمات ساخته میشه، حالا هر کلمه با کجا باید استفاده شه، به چه شکل نوشته شه، یعنی اساسه. ما شما تو الف بت سر یاد نگیریم، خیلی ساده به شما بگم چگونه میتونیم سواد یاد بگیریم، اصلا امکان نداره. ما شما در علم ریاضی یک بخش اصول اولیه یا اساسات داریم، مثلا تو جمع و تفریق و ضرب و تقسیم، این چهار عملیه یاد نگیرین، شما نمیتونیم ریاضیات عالی یاد گیریم. چرا؟ چون تمام علوم ریاضی که هست، مهندسی، مالاجی، مهندسی
باشه که انجینیری بگم ببخشیم ساده تر، شما میرین داخل علم ریاضی، میرین در فیزیک، میرین حتی بخش فیزیک، کیمیا، مثلثات، هندسه، این زمین ریاضی کی شما به هر سطح دکترا هم بخونین، شما وقتی میدونیم یک سوال کار میکنیم در واقع یا جمع میکنیم یا تفریق میکنیم یا سرد میکنیم یا تقسیم میکنیم، همین کار رو این انجام میدیم. آیا امکان داره کسی ادعا بکنم یک ریاضیدان خوب هستم، همه ریاضیاتم فقط جمع و تفریق و ضرب و تقسیم یاد ندارم؟ هیچ محاله. پس ما برای از اینکه تپایه ریاضی ما خوب باشه باید این چهار عملی ضرب و تقسیم و جمع و تفریق یاد داشته باشیم. حالا اگر میخوایم واقعا استراکچر واسمون ها درست یاد بگیریم و گرامر رو درست بفهمیم، پارس آف اسپیچ بخوایم نخوایم گام اولیه است ایزا که باید درست یاد بگیریم. و ما مطمئنم که شما یاد گرفتیم. یک دلیلم همین بود که گفتم دوباره درس برم که کسایی که یادم داره خیر دوباره بخونن که درست بفهمن. به امید از اینکه درست درس خوانده باشین و پارس آف اسپیچ خوب یاد گرفته باشین. و ما هیچ داخل جزئیات هم نرفتم، اما تا خیلی خلاصه تعریف کردم، بود به شما معرفی کردم و با چند مثال. تا جلسه بعدی خداحافظ و نگهدار شما.